خب حالا توضیحی آقا، چون یک مخالف صحبت کرده باید یک توضیحی بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا چی بود اصلا؟ آیین نامه این بود که موافق و مخالف از خود گروه تنظیم کننده صحبت کنن یا از هر کی مخالف و موافق؟ نه خیر، در درجه البته مخالف که معمولا از غیر گروه تنظیم کننده میتونه باشه، ولی معمولا آیین نامه اصلا نداره از چی. اولویت با اینه که موافق از گروه تنظیم کننده باشه. شاید لابد آرا رو بهتر بررسی کرده. حالا مثل اینکه آقای جزاری هم از همون گروهی بودن که اصل، البته این اصل حالا بحثش نکنیم. بفرمایید. بلا با اینکه این اصل به اندازه کافی در کمیسیون مشترک صحبت شده، امیدواریم که انشالله بیش از این کشف پیدا نکنه و بتونیم اگر اصلاحاتی لازم باشه اصلاح بشود و به خواست خدا تصویب بشه. و اما این اصل همونطوری که گفتن یک اصل بسیار مترقی و حساب شده است، نه تنها برای زمان گذشته و امروز، برای آینده هم این اصل خواهد بود. برای اینکه از چیزهایی که غالباً در معرض تزلزل است، همین سلب آزادی است به نام استقلال که زیاد اتفاق افتاده در تاریخ، و همچنین سلب استقلال به نام حفظ آزادی و تجزیه کردن یک کشور به نام آزادی. بنابراین باید پایه این دو اصل حتما محکم بشه. و اما این مخالفتی که جناب آقای جزائری با این اصل کردن و بعضی از اشکالات دیگر که شد، همه مثل این که از یک جا سرچشمه میگیره. وان این اصل اصلا ما آزادی را اگر به معنی واقعش تفسیر کنیم، حتی احتیاج به کلمه مشروع نداره. آزادی معنیش این نیست که هر کسی هر کاری بخواد بکند. شما آیون، آیا عقیدتون این است آزادی معنیش اینه؟ آزادی یعنی رفع موانع، بسیج نیروها در مسیر رشد فرد و جامعه. آزادی واقعی اینه اگر آزادی به معنی فراهم کردن امکانات و رفع موانع برای رشد فرد و جامعه باشد، خب این همیشه همدوش استقلال است و استقلال همیشه همدوش چنین آزادی است. مثل اینکه کسانی که ایراد میکنن آزادی رو به اون مفهومی که بعضی امروز در کوچه و بازار شاید تفسیر میکنن یا در بعضی از جرائد تفسیر کردن که هر کس هر چی خواست بکنه. اما آقای موسوی شما مگه صحبتتون رو نفرمودید؟ آقای موسوی اجازه بدید، آقای مکارم اجازه بدید ما این وضع رو برهم بزنیم. اول من با کمال معذرت، اگر دوستی در اثناء سخن دوست دیگر صحبت کرد در خارج از او، اجازه بدن که دیگه نوبت صحبت ایشون رو محترم نشمارم. بله، پس در ذات و طبیعت آزادی به معنی صحیحش مفهوم افتاده. حالا برای اینکه محکم کاری بشود و این سوء تفاهمی که ایشان و بعضی دیگر گفتن پیش نیاد، یک کلمه مشروعی هم پشت سر اون گذاشته شده. و حتی من فکر میکنم اون چه آقای بهشتی هم گفتن که در بعضی از صورتهای اضطراری ممکنه تضاد بین اینها پیدا بشود و ما متوسل به قانون اهم و مهم بشیم، اصلا به اونجا هم نمیرسه. برای اینکه مفهوم آزادی اون هم با قید مشروع اون چنان بعد به این میبخشد که اصلا همه جا در خدمت استقلال است و از آن جدا نمیشود و استقلال به مفهوم واقعیش در خدمت آزادی است، دائما همراه همان و از هم تفکیک پیدا نمی کنند و حتی کار به مسئله ترجیح اهم بر مهم هم نخواهد رسید. متشکرم. خوب، بنده بر حسب پیشنهادهایی که آیون دادند اصلاحاتی کردم.
با این اصلاحات، یعنی اصلاحات رو یادآوری میکنم که یادداشتم بفرمایید، یکی یکی. یکی این بود که در جمهوری اسلامی ایران آزادی مشروع و استقلال، چون قید مشروع در اون آخر اومده اینجا هم بنویسیم، بسیار اجازه بفرمایید مشروع در استقلال چیه که آزادی مشروع در مقابلش عنوان میکنید؟ اگه استقلال تنها حفظ و حراست مرزه، بله، ولی اگر استقلال حفظ آزادی مردم در تعیین سرنوشتشون در مرز معینی است، هیچ گونه مباینتی به عنوان همچین متنی رو نمی. منظور از استقلال به طور کلی در اینجا استقلال افراد نیست، استقلال جامعه است در برابر قدرت‌های خارج از جامعه. این قدرت‌های خارج از جامعه گاهی میان بخشی از سرزمین یک جامعه ای رو رسماً میگیرن، این میشه تمامیت ارضی، میشه نقض تمامیت ارضی. ولی گاهی نه، هیچ وجبی از خاک یک کشوری رسماً در قلمرو اداره و حکومت یک کشور بیگانه نیست، ولی اقتصاد اون کشور وابسته به اقتصاد بیگانه است، سیاست و فرهنگش، سیاست اون کشور وابسته به اونه، باید تو بلوک‌های سیاسی باشه، غیر متعهد به اصطلاح نیست. اقتصاد اون کشور یک اقتصاد وابسته است، فرهنگ یک کشور فرهنگ وابسته است، یعنی یک کشوری که این از اون خطرناک‌ترینشه برای اینکه میتونه پایه همه قرار بگیره، یک کشوری نوعی قراردادهایی با کشورهای دیگه میبنده که عملاً دست خودش رو در شکوفایی آزاد استعدادها در ابعاد فرهنگی کم و بیش میبنده. بنابراین اینجا درست اون منظور استقلال اجتماعی است که در مقابل آزادی این گاهی قرار میگیره، یعنی استقلال اجتماعی حفظش گاهی ایجاب میکنه، ما که میگیم عذر میخوام، نقض استقلال اجتماعی از دید ما خود به خود منجر میشه به نقض آزادی ها، و بالعکس نقض آزادی انسان ها در تعیین سرنوشت منجر میشه به این که به شکلی در دام بیگانه بیفتن، چون بالاخره نتیجهش اینه که هیئت اون حکومت و قدرت حاکم متکی به ملتش نباشه، و این خود به خود باید از یه طریقی به بیگانه متکی باشه، یا از طریق بندوبست‌های اقتصادی، بسته‌بندی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، یا اصولاً قسمت از خاکش بده تا بگن حالا ما از تو حمایت میکنیم. منظور این بوده، اینه که اینها میتونه مقابل هم قرار بگیره. خوب، مسئله قید مشروع رو دوستان ادعی میگوین نه، به این اعتبار میگوین نه که اونجا که صحبت تنافی باشه این رو اون پایین ما آوردیم، اینجا که صحبت همبستگی بین دو ماهیت و دو ذاته اینجا دیگه قید نمیخواد، مثل اینکه استقلال هم ما اینجا برای شرح و بستی نیاوردیم، و واقعش اینه که اگر بخوایم اون مطلب رو بیان بکنیم قید مشروع سبب میشه که اون مطلب بیان نشده باشه. بنابراین نگرانی هم آقای فوزی نیست، چون اون قید پایین مطلب رو تمام کرده از نظر اون چیزی که ممکن است منشأ نگرانی بشه، اما این بالا که میاد بلا نه، قید در آخر بیاد. نظر اکثر دوستان هم همینه که قید در آخر بیاد رفع محظور میکنه، در اول بیاد ضد مطلوب رو بیان میکنه. بله، خوب، در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرن و حفظ آن، برای رفع هر گونه ابهام ببینید به جا نیست بنویسیم و حفظ این دو عنصر تفکیک ناپذیر. نه، ما که میخوایم آقا بگیم یعنی حفظ این، باقیش اینه که ما میخوایم بگیم حفظ این دو عنصر تفکیک ناپذیر، مقصود اینه. در فارسی کلمه آن به متعدد برمیگرده اگر غیر زبان بدون باشه،
اجازه بدید آقا. بله بله، حفظ آن برمیگرده به مبتدا، یعنی باید برگرده به آزادی و استقلال از نظر تنظیم عبارت. اگر میبینید که آن برای ارجاع ارجاع ضمیر اشاره به آزادی و استقلال تمام نیست، بکنیمش حفظ این دو عنصر تفکیک ناپذیر که تأکیدم هست. بله آقا، وقتی به هر دو برگشت شما خودتون اونجا خبرش دارید که تفکیک ناپذیر است. این دو ما که جلوتر تفکیک ناپذیرش رو گفتیم، بگیم حفظ این دو. وظیفه دولت و آحاد ملت است که هم جنبه آحاد بودنش تأکید شده باشه و هم جنبه اون که آحاد ملت میگیم، یعنی وظیفه به دوش ملته. این هنوز ما در اون قانون اساسی جمهوری اسلامی بنویسیم دیگه، دولت و ملت که دوگانگی نداره مثل سابق که نیست. هنوز اون ذهنیت تو سر ماست که دولت یه چیزی خارج ملت. نه آقای بنی صدر، ببینید دولت بالاخره وقتی ببینید آقا، دولت عبارت است از اون گروهی از ملت که مقدورات فوق العاده، یعنی مختص داره و وظایف مختص داره. آقا این که نمیتونیم ما نفی کنیم که جدایی نیست، اما چون مقدورات اختصاصی داره وظایف اختصاصی هم داره، این عیبی نداره. بلا چی آقا؟ وظیفه عموم است. نه آقا، تصریح به دولت آقا، این نظر دوستان را من به نظرم خوب اومده که واقعش این سهم دولت در این پاسداری یک سهم برجسته است و نمیشه انسان این سهم برجسته رو نادیده بگیره. وظیفه دولت و آحاد ملت است که معلوم هم باشه که وظیفه تک تک افراده، ملت ایران است. وظیفه دولت و سایر مردم است. نه نه، ما میخوایم آقا ویژگی دولت رو بگیم. آقا روی این دیگه اینقدر بحث نکنیم. وظیفه دولت و آحاد ملت ایران است گویای این مطلب دیگه. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقامی دیگه، اون و مرجعی اضافه است، هیچ فرد یا گروه و هیچ مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و نظائر اینها سیاسی آقا اهم. بله و پول و فلان. البته میدونید که سیاسی شامل فرهنگی و اقتصادی هم میشه به اون معنا که میگید اهمه. نه ما بالاخره دارم تقسیم بندی نباشه بسیار. بله من گمان میکنم که این قیود هیچ وقت اون بالا مطلقش اومده، این شرح مطلبه. اصولا در شرح مطلب کسی انتظار استیفای همه اقسام رو نداره، عبارت همه طولانی تر میشه و نامطلوب تر. همونی که بود خوبه. اون وقت ما اگر همینطور که الان گفته شد اصلا واقعش اینه که استقلال میگفتیم شامل همه میشد، هیچ شاید توضیح هم نمیخواست. بله وقت چیزای دیگه هم باید بگیم، همین تو خوبه آقا. به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. نه آقا، منظورم چیز دیگه. قیود رو یا همین استقلال و از آزادی به استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه. بله قیود و برداریم، من موافقم به این که اگر این که گفتم خوبه، یعنی این ضرر نمیزنه. اگر آقایون فکر میکنید برداریم مطلب رو عام‌تر نگه میداره، باب استقلال رو میگیره. آقای طاهری فقط من یک توضیحی بدم و اون اینه که برای فرهنگ امروز جامعه ما، یعنی شاید حالا یه مقداری تأکید روی این مسائل استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، الان اقتصادی رو دیگه تقریبا حالا خیلی ها بهش توجه بیشتر دارن، تأکید روی این نکات مضر نیست. اگر باشه
بی اون که محدود بکنه مضر نیست. اگه آوردی اشکالی نداره، اگر دیگه بعد و غیره نخواهید اشکالی نداره. اگر دیگه بعد و غیره آقایون نمیخواید برای افرادی که هنوز نمیدونیم باشه و نظامی رو اضافه میکنیم. نظامی چیه؟ مستشار نیاد. بله حالا ایبی نداره، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی این نمیتواند بعد رو، چون نمیتواند اونجا داشتیم حق ندارد، اینجا باید مثل او باشه کردیم، به هیچ مقامی اجازه ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمیتواند رو خط زدیم و هیچ مقامی اجازه ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات سلب کند. یا هرچند، یا اگرچه دیگه. وقتی که نمیتواند منظورش نه، هم بی اجازه هم با اجازه نمیتواند. این نمیتواند یه قدری اون صراحت رو نداشت، ما کردیم اجازه ندارد. هرچند میذاریم همون هرچند، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کنیم. حق ندارد مینویسیم آقا، همون حق ندارد رو تکرار میکنیم. نماینده های ملت در مجلس جمع میشن، در مجلس جمع میشن و هیچ مقامی نمیتواند این کار بکند ولو با وضع مقررات. بله متشکر. در مجلس شورای ملی، بله، در مجلس شورا نماینده های ملت جمع میشن با توکیلی که شده، با حق قانونی که دارن، تا قانونی میخوان وضع کنن، از مقامات هستن و این وضع قوانین که فرمودید که هیچ مقامی شامل اون میشه، فکر اونم باید کرد. چیا؟ مجلس؟ بله حق نداره این کار رو بکنه. قانون اساسی معناش اینه که میخواد بگه اصولا وکالت نمایندگان مجلس همیشه محدود است در چارچوب قانون اساسی. فرق است بین انتخابات مجلس و جامعه خاص. یه وضع فوق‌العاده‌ای بود که یه مختصر تصرفی در قانون اینا رفراندوم ما در آینده پیش بینی کردیم که همه اینا در آینده پیش بینی شده که با رفراندوم این پیش بینی شد. خب اجازه میخوام که دیگه اصلاحات تمام شد، بیش از اینم معطل نشیم. آقا نمیشتیم حق ندارم اصلا برش دارید و به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نمیتواندن برده آزادی های مشروع. این هیچ مقامی حق ندارد رو با نمیتواند برش دارید دنباله همون جمله، هیچ اشکالی هم نمید و خیلی هم گویاتره. و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه. اجازه بیدا ببینید، و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را با وضع قوانین مقررات سلب کند. همین طوری که عرض کردم علت جدا کردنش اینه که در این مورد اخیر فقط مقامه که میتونه این کارا بکنه. علت تکرار این بود، در اون قبلی فرد یا گروه هم میتونه، ولی در این یکی فقط مقام هست که میتونه یا با اعمال قدرتش به دلیل مقامی که داره یا با وضع مقررات نامشروع این کارو بکنه. و الا اجازه بفرمایید و الا فرد یا گروه به طور کلی اجازه ندارد آزادی کسی را سلب کند، به هیچ عنوان نمیتونه. خوب آقای موسوی جزائری کرده بودن تقریبا بی جواب سوال، نه ایشون یک اعتراض کرده بودن که اهم و مهم در مورد آزادی و استقلال مشخصه، نظرشون این بود در مقام معارضه استقلال و آزادی استقلال مقدم باشه بر آزادی. عرض کردم که این اعتراض بود که اهم و مهم اونجا مشخصه، در حالی که ما این رو قبول نداریم به این صورت. یعنی تزاحم ها اینطور نیستش، باید واقعا دید مطلب چگونه است. ما اگه یادتون باشه در همون آینده نوشتیم که گاهی اوقات برای اصلاح خطوط مرزی میتواند بیاد و 1 کیلومتر مربع برای اصلاح خطوط مرزی رو بده، برای اینکه مزاحمت های مستمر ایجاد میشه. اونجا نوشتیم توی اون اصول آینده دیگه. اینه که در حقیقت جمع ما
این بیان ایشون رو به این صورت، چون فقط استقلال به اون شکل که ایشون میگوین نیست، تمامیت ارضی هم اینجا به خوبی بیان شده، این است که ما نخواستیم این کار رو بکنیم، میگیم تفصیل این مطلب که کجا اهم و مهم هست این باشه به عهده آینده. خب با اجازه دوستان، بله آقا همین کار رو بخوام بکنم. آقای خزعلی توضیح در عبارت به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تمامیت ارضی. فرهنگی و اقتصادی عطف بر سیاسیه، اما تمامیت عطف بر استقلاله. یه ابهامی در عبارت یک کاما آقا اینجا معمولا در طرز نگارش میذارن. آقا به عقیده من این سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حذفش کنی؟ اجزه فرمایید به نام استفاده از آزادی به استقلال به تمامیت ارضی ایران کم تنی خواهد چیم؟ بحث من درباره عطف و کاما نبود، خود روان بودن عبارت میفهمونه استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تمامیت. این تمامیت رو روشن کنید، یا اون بی که سر به استقلال اینجا در بیاری تا روشن بشه. آزاد به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و به تمامیت، یا نه تمامیت رو بر استقلال مقدم بدارید. از به صدمزدن به تمامیت ارضی و استقلال، یا مقدمش بدارید یا لفظ بی رو برش بیفزید تا روشن بشه. متشکر، بفرمایید. آقای جوادی، این وسط ها سه مطلب شد ولی در صدر دو مطلب است. یک حقی است مال افراد به نام آزادی، یک حقی است مال جامعه به نام استقلال، یک حقی است مال قلمرو به نام تمامیت ارضی. تمامیت ارضی در برابر تجزیه است، استقلال در برابر وابستگی است، آزادی در برابر محدودیت است. در وسط های این است، این سه مطلب گویاست. آزادی افراد، استقلال جامعه و تمامیت قلمرو. ولی در صدر است فقط آزادی افراد و استقلال جامعه مطرح است، چون همیشه این سه امر کنار یکدیگر و وابسته. بله روشن شد. یعنی سوال آقای جوادی این است که ما در این ذیل تمامیت ارضی رو عطف کرده ایم بر استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، و عطف تفسیری است. چگونه است؟ به هر حال تمامیت ارضی یک مسئله است و اصولا استقلال از نظر مفاهیم یک مسئله دیگر از نظر مفاهیم حقوقی هم. و اگر بله ما آقا ما هم همینه میگیم، آقا میگیم عطف تفسیری نیست، میگیم چون عطف تفسیری نیست بنابراین در صدر که نوشته اید آزادی و استقلال، در اونجا از تمامیت ارضی یاد نکرده اید. منظور ایشون این است که ایهام این نداشته باشه که در اونجا چرا از تمامیت ارضی یاد نشده. توضیحی که میدم این آقای جوادی، سوال بجاست، توضیحی که میدم اینه، اون چیزی که ما گفتیم از نظر فلسفه اجتماعی پیوند تام به یکدیگر داره آزادی و استقلال از نظر بینش سیاسی، اما اون چیزی که در این ذیل گاهی بهانه محدود کردن آزادی ها میشه غیر از مسئله استقلال و این حرفا یه چیز دیگه هم هست و اون تمامیت ارضیه. عنایت فرمودی؟ سیاسی بین این سه امر تفکیک ناپذیری است، یعنی قلمرو، جامعه، افراد. تمامیت ارضی در برابر تجزیه، استقلال در برابر وابستگی، آزادی در برابر محدودیت. پیشنهادی بکنم که شاید با این پیشنهاد با یک مفهوم دیگری مسئله حل بشه، بگیم آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور، یعنی کلم تحت عنوان این تمامیت ارضی بیشتر اون جنبه وحدت در مقابل تجزیه. وحدت شامل همه